به نام خدا، اسلام برای تورم برنامه‌ای داره؟ آیا دینی که مدعی دین تموم قرن هاست و در این حال کامل ترین دین هم هست برای تورم که مشکل امروزی بسیاری از جوامعه برنامه‌ای داره؟ پرسش از این سوال مثل اینه که از کسی بپرسین آیا اسلام برای رفع پوسیدگی دندان برنامه‌ای دارد؟ در پاسخ میگیم خیر، اسلام برای رفع پوسیدگی دندون برنامه مدونی نداره، ولی در این حال دستورالعمل‌هایی مثل استحباب مسواک زدن و رعایت بهداشت عمومی داره که در صورت بکار بستن اونها کسی دچار پوسیدگی دندون نمیشه تا نیازمند ترمیم و رفع اون بشه. در موضوع تورم هم که یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادیه، موضوع دقیقاً به همین منواله، یعنی بکار بستن و پیاده کردن دقیق دستورالعمل‌های اسلام در زمینه‌های اقتصادی میتونه هر جامعه‌ای رو از تورم نجات بده. به عنوان مثال امروز کارشناسای اقتصادی برخی از جدیترین راهکارهای کنترل تورم رو چند چیز میدونن: تجمیع نشدن و عدم انباشت سرمایه و پول نقد و نیز هدایت ثروت به سمت تولید، توزیع صحیح درآمد و ثروت، پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و غیره. حالا با دقت در نظام اقتصادی اسلام میبینیم که تأکیدات دینی دقیقاً همین مسائل رو برای جلوگیری از برخی مشکلات اقتصادی مثل تورم نشونه رفته. به عنوان مثال در جهت عدم تجمیع و انباشت سرمایه و اهمیت کار و تولید، روایات متعددی از سوی بزرگان اسلام وارد شده که تأکید به استحباب کار و تلاش و به کار اندازی سرمایه میکنه. علاوه بر اون در آیاتی مثل آیه 2 سوره همزه و 34 توبه به مذهب مت خواب سرمایه پرداخته شده. در آیه 34 سوره توبه اومده که و آنها را که طلا و نقره و سرمایه را گنجینه می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند به مجازات دردناک بشارت ده. قطعاً از مهمترین مصادیق انفاق در راه خدا قرض الحسنه، مضاربه و به جریان انداختن سرمایه در مسیر صحیحه. اسلام برای توزیع صحیح ثروت هم نسخه تعاون و پرداخت زکات رو پیشنهاد می‌کنه. برای پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی بهترین نسخه از سوی اسلام تحریم ربا و ارائه نسخه قرض الحسنه است. با دقت در همین نکات و مسائل که میگیم اگر دستورالعمل‌های اسلام در نظام اقتصادی به کار گرفته بشه، نه تنها جامعه با رکود و تورم روبرو نمیشه، بلکه شاهد رشد و شکوفایی شاخص‌های اقتصادی و بهینه‌سازی کیفیت زندگی مردم خواهیم بود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسلام نیومده تا به جای مردم تصمیم بگیره یا به جای مردم کار کنه و به جای مردم اصلاح امور کنه. قرار اسلام زمینه رو برای رشد جامعه بشری در تمام زمینه‌ها ایجاد کنه. به عبارت بهتر تکلیف اسلام ایجاد زیرساخت‌ها با قانون‌گذاری صحیحه، اما اجرای دقیق این قوانین و پیاده کردن اونها در جوامع مختلف به عهده انسان‌هاست، به خصوص کسانی که به دنبال کیفیت بهتری در زندگی خود و دیگرانند.